درود بیکران پاینده ایران یه خبر خیلی خیلی مهم و البته خیلی فاجعه و خیلی بد تا دو هفته دیگه طرح افاف و هجاب قرار در ایران اجرا بشه. خیلی وقتا گشت بسته شد و اینا ولی من گفتم زی خیال باطل. خبر مهم که امروز منتشر شده اینه که قرار حساب بانکی زنان نرمال بسته بشه. زنان باید با اون قیافه های چادر و اینا آنرمال در کشور باشن اگر نرمال بخوان در سطح جامعه حضور پیدا بکنن نرمال یعنی بیهجاب دیگه حساب بانکیشون رو قراره مسدود کنن حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نشستی که با کلاق سیاهای قوم داشت این هم بگم یه چند جا اومدن تحصان گذاشتن توی اماکن مقدس اسلامی مثلا به قول خودشون و آبروشون رفت در هر جایی در این حرم عبدالعظیم تهران و غیره و اینا این حالا تو قوم حضرت معصومه بکنن باشه کلا 20 نفر واقعا 20 نفر هم نبوده انا خودمون تو فیلم میبینیم واقعا تعداد انگشتان با دست میشد شمرد تو هر جا یعنی آبروشون رفت آبروشون رفت این تحسینی که گذاشتن معلوم شد که ملت ایران حجابو نمیخوان بزرگترین دستاوردشون بعد از چند هفته یک گرد همایی از دختران محجبه چادر چادری کلاکسیا بود در شیرودی ولی تحسن ها آبروشون رو برد 20 نفر هم نمیشدن نگاه کنیم چیا میگه برسه هم تو مجلس مطرح شد البته شما تنها نیستی در شاه عبدالعظیم هم هستن در مشهد مقدس هم جمع زیادی هستن. هستن جنبش یا زهرا مدافعان حریم خانواده کسافت دشمن معتقده بر این که اگر افاف و هجاب برداشته بشه اگر پوشش اسلامی هست بشه یعنی جمهوری اسلامی هست شده اصلا امروز حیا و پوشش پرچم ماست سقوط این افاف و هجاب یعنی سقوط پرچم جمهوری اسلامی پرچم جمهوری اسلامی ببین دقت کنید چی میگه جز... این افاف و هجاب یعنی سقوط پرچم جمهوری اسلامی میگه پرچم جمهوری اسلامی خب این که به پشم صورتونه نمیگه ایران یعنی قبلا همین جمله رو متاسفانه خیلی از مقامات نظام پرچم ایران رو گفتن پرچم جمهوری اسلامی پشتش ایران نگفتن یعنی خودشون هم میگن این پرچم پرچم جمهوری اسلامیه بعد میگن چرا مردم آتیش میزنن پرچم ایران رو اه. شما خودتون هم تو ذهنتون در زمینه ذهن تو این پرچم ایران نیست این پرچم جمهوری اسلامیه پرچم ایران این پرچم یگانه شیر و خورشیده و نه تمام این سالام که از آقای خامنه ای دفاع کردم که آقا این لوگو من که معلوم بوده لوگو من که شیر و خورشید همیشه معلوم بوده که کنارم اینا الان این قسمت گذاشتم اش. اینجاست دقیقا اینا آ آ این الان پرچم شیر و خورشید این پرچم من که همیشه اینجا بوده که تو اینو ندیدی؟ افکار من معلوم نبوده؟ ما اگه دفاع کردیم از این نظام به خاطر این که اینا رو آدم کنی نه اینکه اینا همینجوری چیزی برن خودش هم داره میگه پرچم جمهوری اسلامی الان اختشاشات جمع شده تبدیل شده به یک چیز یک چیز نافرمانی مدنی در حوزه پوشش اسلامی الان همه زورشون گذاشتن که ما برید کشف حجاب کنید دی دوستان چقدر مسئله هجاب من بهتون گفتم پا فشاری رو این قسمت باید بکنید کوتاه هم نباید بیاید برید چادر رو بردارید برید هجاب رو بردارید تا ما بتونیم عرض کنم به اهدافمون برسیم الان تمام قدرتشون تو اختشاشات که این خطرش کمتر از اختشاشات نیست قوه الهی حالا اینجا تهدید میکنه حالا من یه چیزی بگم که زنانی که رفتن اعتصاب کردن برای اینکه رو زنان نرمال بخوان این حجاب صهیونیستی و ضد ایرانی رو بزنن این خانم‌ها باید شناسایی بشن ببینید کسانی که مدافع حجاب اجباری هستن و براش فعالیت دارن میکنن باید شناسایی بشن اینا رو شناسایی کنید بعد دیگه حالا ملت ایران برای اینا محرومیت اجتماعی درست کنن جنگ دیگه ما از الان به بعد در حوزه داخلی برای آزادی زنان ایران و مردان ایران از بند شریعت ضد بشری اسلامی برنامه رودست از اکنون کنار مردم ایرانه نه اگر تا هفتاد روز که کنار مردم ایران بودیم ما در این حوزه ها کنار ملت ایرانیم و می جنگیم با جمهوری اسلامی تا کوتاه بیاد و ما می دونیم که سپاه پاسداران و آقای خامنه هم دلش با اینا نیست با اینا نیست ولی مثل که گویا بیشتر تیغشون نمی بره. اوکی ما به امر رهبری آتش به اختیار این آقای حسینیان و, و افرادی که با این دارن همراهی میکنن و باید شناسایی کنن باید امنیت روانی این آقای در حقیقت میرزا غذب که داره اینجا صحبت میکنه حسین جلالی اسمشه ببخشید این حسین جلالی رو باید امنیت روانی اینا بر هم ریخته بشه شناسایی بشن اینا خب حالا ادامه صحبت این مردک هزینه بعد و بیهجابی رو کشور بالا خواهیم برد ما هم هزینه آمر و معروفان بالا خواهیم برد به جنگ تا به جنگ هزینه آمر و معروفان هزینه زنان چادری برای چادر انداختن هزینه آقا گوش کنید به من هیچ زنی نبر اصلا حالا که این تا شده چادر بندازه دقت کنید وقتی که اینا میخوان هزینه ببرن بالا شما هم هزینه ببرید بالا در کنار امامه امام پرانی چادر کشی را بندازید جنگ دیگه نمیشه که اینا زور بگن همش موتوری بشید فلان بشید چادر از سر زناشون بکشید تلاش کنید زنایی که تو این حوزه فعالیت دارن نه هر زنی چون خیلی از این خانمای چادری مدافع زنان نرمال هستن ارو رو عادت مثل مادر من چادر انداختن ولی زنی که مطمئن شدید آمر به معروفه یا مدافع حجاب اجباریه چادر از سرش بکشید جنگ تمام معیار ببین هزینه دفاع از حجاب اجباری رو ببرید بالا دارم بهتون میگم ببینید دوستان چش به دشمن خارجی و اینا نه اینا اینا دنبال نابودی ایرانن دارن علنا هم میگن دیگه میگن ما میخوایم ایران نابود کن اگر نمیتوانیم حقمون رو بگیریم لیاقتمون همینه که فرهنگ کثیف اسلامی بالا سرمون باشه لیاقتمون اینه که این حیوان نرمذهبی م... نماینده مجلسمون باشه من بحثی ندارم من 13 سال پیش برمیمردم ببین من آینده ای هم تو ایران ندارم چه جمهوری اسلامی باشه با این مواضعی که گرفتم که نمیتونم برگردم ایران نظام سقوط بکنه با مواضعی که قبلا سر جریانات برانداز و مزدور خبرنگاران براندازی و اینا گرفتم نمیتونم برگردم یعنی بودن یا نبودن نظام جمهوری اسلامی برای من شخصا تغییری ایجاد نمیکنه شما فکر کن جمهوری اسلامی سقوط کنه در افکار فانتزی هم ایران پا بر جا بمونه آقای رضا پهلوی هم بیاد حکومت رو بگیره آقا من زنم این رضا پهلوی رو یکی کردم من که نمیتونم برگردم ایران بهترین حالت رو داریم میگیم دیگه بنابراین حرفی که داریم میزنیم دق است میگم 13 سال هم زیادی زندم 13 سال پیش بعد اعدام میشم حرفی که داریم میزنیم دق است دق چیست؟ آقا باید هزینه رو برای اینا ببرید بالا هزینه دفاع از حجاب باید بره بالا نماینده ای که دفاع میکنه از حجاب شناسایی بشه آدرس خونه فلان بچهش اینا همه چی همه چیزش رو کنید تو فضای مجازی اینا باید از حاشیه امن بیان بیرون این آقای جلالی چجوری میتونه راحت بره بیاد اما از سرش باید برداشته بشه این زنان چادری رو برید شناسایی یعنی الان خانومی که اونجا نشسته تحصان کرده دیگه برای تحصانش برای چیه؟ حق آزادی زنان ما رو بگیره این خانم شناسایی بشه چادر از سرش کشیده بشه حالا چادر خواستید بیشتر هم خواستید به در بیارید ازش مثلا لخت اورش کنید فیلمش رو بگیرید اینا باید هزینه بدن میخوای هزینه ببرید بالا آقای جلالی هزینه رو میبریم بالا بجنگ تا بجنگی شما 16 درصدید یادت باشه ولی 16 درصد متمرکز اما ما 84 درصدیم 84 درصد متفرق خب به ترس از روزی که منسجم بشی <applause> به ترس از روزی که منسجم بشی رودخونه های نامربوط متاسفانه دارن وارد یه دونه اقیانوس میشن ها نه از برانداز یک سعودی نشنالش بی بی سیش سلطنت طلبش مجایدین خلق غیره 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 تو یه کاری کردی هممون مجبور کردی وارد یه داستان بشیم ما هم که سالها اینا رو افشا کردیم داریم میبینیم که آقا خداییش خیلی خیاره ما الان کنار این حیوانات چارپای مذهبی وایسی اگه میشه کنار این نرامات دا مذهبی و تو این حوزه وجدان داریم ببخشید انسانیت داریم کرامت اصلا کرامت انسانی زیر سوال میره کنار اینا تعریف بشیم امروز به حول و قوه الهی کاری خواهیم کرد که بدونن اگر بخوان توی کشور زیر پا بذارن هرجم و مرج ایجاد بکنن باید هزینه سختی بدن ببین چند نفرن اصلا تو تعدادت اینجا معلومه کجا وایسادی ببینید بهانه بود اصلا این کشور قانون زیر پا بذارن هرجم و مرج ایجاد بکنن باید هزینه سختی بدن ببینید ب... پل جالبه توشون جوون هم کم می‌بینید این یه نکته جالبه دیگه ایه. بهانه بود میگه امینی بهانه بود کسافت اصلا اینا فهمیدن که این طرح افاف و هجاب تو کشور میخواه اجرا بشه و اثر این بازی ها رو در آوردن لذا این طرح ازش عقب نخواهد شد عقب از طرح افاف و هجاب عقب از جمهوری اسلامیه نیا چند نفره از ترسشون هم رو پوشوندن اینا رو بعد چادو هستش و صورتاشون عکس بگیرید عقب از باورها و ارزش عرضشهای... های دینی است من ادرار کردم به ارزش های دینی اسلامی شما اسلامه دقا ما پرنسی برنامه منو چیز که ادرار کرد ادرار کرد خب ببین دیگه امید دانا. بابا انقدر عصبیم کرده جون امید نمیتونم راه ندارم یعنی هی باید چیز بکنم <laughs> یه چیزی بهشون بندازم از احکام اسلامه بابا گول بابای اسلامت خفشه بابا کل اسلامت ما 20 سال پیش انداختیم تو توالت چی میگی تو؟ حجاب از ضروریات دینه منکر او مرتده میگه ببین میگه حجاب هم منکر بشی مرتده نگاه کن حرام لقمه رو دینی از باورها و ارزش های, های دینی است عقب نشینی از اسلام از احکام اسلامه حجاب از ضروریات دینه منکر او مرتده من منکر حجابت که چی منکر محمد و علی و حسن و حسین و زهرا و زینب و تمام این آتش قلا حالا میخوای چه غلطی میخوای بکنی دوستان دیدید کتابیای میگه م... انکار حجاب ارتداده واقعا میخواد بهت حکم ارتداد بده سر حجاب و کلشو بسن راحت کن خودتو دیگه این که میخواد حکم ارتداد به ما بده اول آخر هر مخالفتی باش بکنیم که میخواد حکم ارتداد بده میخواد بگی بالای چشم حجابت ابروه میگه آقا تو ارتداد داری خب وقتی که برای حجاب برای چادر میخواد بهت ارتداد بده خب احمق تو اگه قرار هزینه بدی چرا به خاطر یه چادر فقط حکم ارتداد بگیری از ار ریشه همشو رد کن دیگه تو راحت کن اصل باورهای اینا باید زده بشه اصل باورهاشون باید زده بشه وگه ندیدی میان هی جلو باید چنان بزنی علی و حسن و حسین و زینب و زهرا و چه میدونم قرآن و محمد و همه این کسافتکاری ها رو باید رد کنی بعد این بیفته به غلط کردم بگه اوکی اوکی هجاب و نمیخوای هجاب نداشته باش تو رو خلا دیگه توهین نکن به علی و حسن و حسین میگیم اوکی راهشینه دوستان این جماعت با گفتگو حل نمیشن حالا ادامه حرفش طرح خیلی خوبی تهیه شده و هماهنگی های خوبی بین وزارت کشور و ناجا نیروی انتظامی و قوه قضایی صورت گرفته و عده مانع هستند و مانعی ایجاد کردن نمیتونیم از این اصل اصیل اسلامی دست برداریم لذا به حول قوه الهی برای با توف به تو هول قوه الهی و توف به خدا و پیانبر تو اینا یه نکته که وجود داره ایشون میگه یه اصلی رو ما آماده کردیم که این قرار تا دو هفته دیگه اجرا بشه بعد از 24 ساعت که این ویدیو در میار اصل رو میگه میگه که به حول قوه الهی که مثلا هزینه بد هجابی و بی هجابی رو در کشور بالا میبریم منظور از تقبر اینجا اشاره میکنه میگه اجرای طرح حجاب و عفاف تا دو هفته آینده که از اینا رو بالا میبریم اینه. منظور تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بیهجاب اعلام شود یه پیامک میدیم به زنان نرمال که شما چرا نرمال گشتید و این هجاب غیر نرمال رو در حقیقت آنرمال رو رعایت نکردید و سعی کنید به قانون ضد بشری اسلامی ما در باب هجاب اجباری احترام بگذارید بعد از تذکر وارد مرحله اختار میشویم بعد از اختار و هشدار در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد نرمال مسدود شود دقت کن یعنی حساب بانکی خانم های نرمالی که به این حجاب غیر منطقی نمیگن و به صورت نرمال در جامعه ظاهر میشن اینا میخوان حساب بانکیشون رو مسدود کنند ببین این داستان یک جنگ تمام عیاره با اینا من نمیدونم دوستان یا حرف منو گوش میکنید یا اینکه کار خودتونو رو میکنید به خودتون مربوطه با این جماعت تند مذهبی دیگه شمشیر رو برای رو ببندید داره علنی میگه دیگه وسط بازی دیگه نمیشه که چیکار باید بکنیم براندازیه که ایران نظام که نابودی ایرانه موندن اینا هم که نابودی ایرانه عجب ای شده قضیه تنها راش اینه که من به نظرم چیزی که من به نظرم میرسه خواهشی که میکنم از دوستان سپاه و آقای خامنه ای رو نزنید اینها ته دلشون با ماست میدونن اینا خود خامنه ای میدونه اینا چه کسافت هایی به هزاران دلیل درست یا غلط درست یا غلط موضعشون اینه امروز پیشنهاد دارم سپاه و آقای خامنه ای رو به هیچ عنوان نزنید ولی تمام کلیت اسلام و باورهای اینا رو زیر سوال ببرید این روشیه که برای 21 سال کار سیاسی سی تجربه کردم دارم بهتون میگم خامنه ای و سپاه رو بذارید که در هنگامش خرج ایران بکنیم اونا باید بمونن که بعد بتونیم باهاشون ساختار رو حفظ بکنیم که ایران حفظ بشه جریان مذهبی و باورهای مذهبیشون از قرآن بگیر. نگاه کن تا آشورا حسن حسین زهرا زینب چادر همه چیزشون رو بزنید رحم نکنید ولی خامنه ای و سپاه پاسداران رو نگه دارید چون اینا فارغ از اینکه خوشتون میاد ازشون یا خوشتون نمیاد اینها ساختار موجود در کلیت حفظ کردن ساختار موجود تمامیت ارزی و بنیه دفاعی من براتون امون چند تا برنامه از صحبت های اسرائیلی از گذاشتم اونا به دنبال این نیستن که هجاب برداشته بشه شما خوش به حالتون بشه دیدید رسما میگن هر کدوم از مقاماتشون یا تحلیلگرانشون وابسته به اندیشکدهای مختلفشون رسما دارن میگن ما دنبال نابودی ایرانیم نمیگه ما دنبال آزادی ایرانیم میگه اصلا ایران یه کشور جعلیه ایران باید تیکه تیکه بشه ما این واقعیت ها رو باید ببینیم دیگه کشورهای غربی به دنبال چنچ حکومت نیستن به دنبال بالکانیزه کردن ایرانن ببین دو تا مسئله است اگه باز کشورهای غربی به دنبال چند حکومت بودن ما با هم صحبت میکردیم آقا این ها رو بالاخره چیز کنیم اصلا همکاری کنیم با آمریکا و اسرائیل و اروپا دیگه بهترین حالتش اینه دیگه آخوندا برون دیو چو بیرون رود فرشته در یاد رضا دیبا بالان شه بیاد او اوکی همکاری میکردیم اگه این بود بله به اینکه ما رضا پهلوی رو دادیم ما میگه تو آقا باشه ایران آزاد من نمیدم ایران گور بابای ایران چه گور بابای امید دانا ایران مهمه ایران باید حفظ بشه مردم ایران به حال کنن و من نمیدم ایران رضا پهلوی رو فوش دادم نمیدم ایران ولی بالاخره این حکومت میده یه رضا پهلوی میاد که وابسته به با آمریکاست باشه مردم راحت باشن نه نه این نیست علنی دارم میگم ما میخوایم ایران بالکانیزه کنیم چه اصلا صحبت چن حکومت نیست صحبت بالکانیزه کردن ایرانه در این شرایطی که اینا میخوان ایران رو بالکانیزه کنن خب ما نمیتونیم بریم پشت براندازی این نظام ولی به اینکه این نظام حیواناتی داره همچون این حسین جلالی نمیتونیم چی کار باید بکنیم نظریه ای که من دارم یا شما نمیدونم بشینید فکر بکنید قبول میکنید نمیکنید من این راهم با بچهای اتاق فکرمونم تقریبا به این نتیجه رسیدیم از آقای خامنه ای و سپاه باید دفاع بکنیم که اینا ساختار نظامی ما رو حفظ بکنن چون بحث بنی دفاعی ما خیلی عبه. این دست اجازه ندید 44 سال حکومت جمهوری اسلامی که اینقدرم جنایت به بار آورده بدون دستاورد بخواد تموم بشه یا هر چیزی یه دستاورد بزرگ این نظام داشته بنی دفاعی این بنی دفاعی رو به واسطه آقای خامینه یا سپاه حفظ کنیم در کنارش دیگه کلا خر مذهبی یا باورهای مذهبی بزنیم یک اسلام ستیزی اوریان بعد مطرح بشه در جامعه اینا بعد در موزه ضعف انقدر قرار بگیرن که دیگه بیافتن به التماس این یعنی جمع بشن تحسن کنن که بخوان از مردم ایران دیگه کمتر مسجد بسوزونن کمتر قرآن بسوزونن کمتر توهین کنن به ساحت امام حسین کمتر توهین کنن به حضرت زهرا و زینب و فاطمه کمتر توهین کنن به حضرت علی بعد درخواست اینا این بشه اگر قضیه رو به اونجا نکشونیم درخواست اینا امروز اینه که آقا گیر دادن به حجاب یعنی ارتداد اینا باید به جایی برسن که حتی توهین به امام حسین هم اوکیه حمله به دسته آشورایی مثلا حکم ارتداد داره یعنی باید اینا هی بفهمند سنبه ما پرزوره از اینکه توهین به حجاب ارتداد محسوب میشه برسن به اینجا که توهین به حضرت امام حسین, به امام حسین و حضرت محمد اینا هم اوکیه ولی آتک زدن مسجد دیگه حکم ارتداد داره اینه توهین به آخوند اوکیه اما کشتن آخوند دیگه ارتداد داره یعنی اینا رو باید هی بکشونیم اون بر. یعنی ببین یه بحث مثل تناب کشیه دیگه هی باید اینا رو هل بدیم به سمت عقبتر اینو یادتون باشه بحث زور آزماییست زورش برسه امروز میگه که آقا توهین به چادر رد چادر نگو توهین به چادر و کسی که چادر را قبول ندارد مرتد است زورش بریسه میگه آقا فردا کسی به من آخون بگه بالای چشات ابرو ارتداد داره مگه قبلا نکرد آقای هاشمی رفتنجانی میگو آقا نقد به هاشمی رفتنجانی حکم ارتداد داره حالا الان دخترش اینا برای ما روشن فکر شده قضیه باید به با اون سمت خب چجوری ما با باید این قضیه رو ببریم با تو با بالا بردن گسترده حجیم سازی گسترده توهین به عقاید اسلامی به عنوان یه دارم بهتون میگم تو این سالام دیدی تحلیل کردم خفن وقتی که این میگه توهین به هجاب ارتداد است تو باید چنان تمام باورشو بزنی این بره عقب تر وایسه دیگه بگه آقا نه هجاب هجاب اوکی نیست حالا نظرشو گفته توهین به امام حسین و اینام نظرشو گفته ولی آتکس زدن حسینیه ی امام حسین این دیگه ارتداد داره هی باید بره عقب هی باید بره عقب بس بس زور است در همه جا در تاکسی میشینی شروع کن با آقا من بهتون کتاب معرفی میکنم کتاب معرفی کردم عقایدشون رو بزن قرآن رو بزن محمد رو بزن حسین رو بزن زینب رو بزن همه رو بزن با مطالعه کتاباش هم ما بهتون میدیم رد کنید اصلا تمام عقاید اینا رو رد کنید اینا باید برن عقب هیچ راهی دیگه ای وجود نداره من میخوام از نام خودم یه نام نیکی روی بر از مرگم باقی بمونه میخوام یه حرکتی کرده باشم من تو این سالا چند تا حرکت زدم که اینا به اسم من ثبت شده تموم شده حالا یه دارن الان کپی کاری سالهای پیش منو میکنن ایراد نداره کاری که امروز پای گذاری خواهم کرد چند سال آینده یه عده خواهید دید برنامه سازی رو شروع میکنن کپی کاری امروز منو انجام میدن شما پیشرو هستی ما نیروی پیشبرنده هستی من این حیوانات رو میشناسم در برابر این حیوانات باید محکم باشی ولش بکنی میگه چادر ارتداده بعد یه کاری کنی به جای چادر ارتداده آتک زدن مسجد ارتداد بشه یعنی تا خود تو این به محمد بگه اوکیه آزادی بیانه این بازی امروز ماست یا فهمیدید چی میگم یا نفهمید آقای خامنه ای و سپارم نباید بزنی از نظر استراتژی چرا استراتژی چون بازی و دعوا فقط با این حیوانات مذهبی نیست اسرائیل و آمریکا اینا رو نگاه کن اونا دنبال چند حکومت نیستن که تو حتی بری باشون همکاری کنی اونا دنبال بالکانیزه کردنن پس تو باید ساختارم حفظ کنی دیگه اما این ساختار باید زهر بدن این ساختار خارج بشه زهرش چیه اینا هستن جریان مذهبی است عقاید اسلامی است نه که عقاید اسلامی رو بخوایم از بین ببریم با این کاری که ما انجام خواهیم داد، هدف چیه تضعیف کردن عقاید اسلامی کلاب بذارید ریشه اسلام رو دیگه زین بزنید هر جا میرید تیربون میگیرید کامنت میذارید هر جا چیزی میگه ریشه اسلامشون بزنید سطح اسلام ستیزی باید گسترده بشه بعد به دوران فرود فولادوند برسه گسترش باید پیدا کنه بعد گفتمان ضد اسلامی بسیار نرمال بشه باید نرمال سازی کنیم در گفتمان اسلام ستیزی عادی باید بشه تو دهن همه باید بیفته ممل همینجوری بگید اینا باید عقب نشینی کنن خب اینا نمی کنن عقب نشینی قرار نیست عقب نشینی کنن شما کی هستید ولی شما مردم ایران هستید یا نه شما ها مغول انداختید بیرون شما مغول انداختید بیرون شما همین اسلام و شیعش کردی دهن اینا رو سرویس کردید این یه مش خرمصبی نمیخواید واقعا اینا 16 درصد نمیخواید که در حقیقت فائق بید محکم وایسید اول از همه اسلام رو تو وجود خودت بکش که بتوانی علیه اسلامشون موزه بگیرید اینجا فقط موضوع تمام اپوزیسیون هم که میگن نه فلان و احترام به مثلا اینا هم حرام لغمن میخوای کار درست بکنی؟ اساس اسلامشو بزن آینده ایران و منم اینو بگم آیه حسین جلالی اگر طرح اینو دارم جدی بهتون میگم به عنوان تحلیلگر میگم مثلا میگم مردم چیکار کن این بخش گفتم مردم چیکار کنن ولی اینو پیش بینی میکنم اگر طرح مسدود کردن حساب بانکی دختران ایران رقم بخوره اروپا یه بانک ها رو خواهید دید مردم پولاشون از بانک در میارن مردم بعد همه پولاشون از بانک در بیارن. و من فکر میکنم با طرح مسدود حساب بانکی دختران ایران دوز خشونت اوریان و خونریزی ها خیلی بیشتر بشه مردم عصبی میشن اینجا دیگه بد بازی رو شروع کردید هیچ کس نمیتونه از شما دفاع کنه با این بازی که شروع کردید ما با علم به این که دشمنان ما در حوزه ابری عربی غربی حوزه های شاخص های این سه جریان به دنبال تجزیه ایران هستن با علم به تجزیه ایران باز کنار شما نمیتونیم ویسی. شما بد بازی رو داری علی ملت شروع میکنی جله ملت وایستادن به این شکل دودمانتون رو به باد میده پیش بینی کردم دیگه شما اگر نظام قرار نباشه سقوطم بکنه با این کارتون آغاز سقوط نظام رقم خواهید زد من فکر میکردم نظام قبل از مستمینی هر چیزی نگاه میکردم این نظام تا چهار پنج دقیقه دیگه میتونه صدامه پیدا کنه با کاری که شما دارید میکنید تو خیلی از خانواده همین مجلسی ها و ارتشی ها و سپایی ها شما خبر ندارید من خبر دارم چون باشون در تماس هم با خیلیشون دختراشون بی هجابن. بازی بعدی رو شروع کردید و این کارتون ریزش از نیروهای مسلح و حتی حامیان خود نظامه چون تو فامیلاشون خانم بی اجاب دارن وقتی که ببینن حساب اون خانم مسدود شده کینه برمی‌دارن از نظام روزهای بعدی رو خواهید دید و اون کسی که دیگه نظامیه یا توی بدنه خود نظام ریزش بکنه آدرسای شما ها رو داره و ببینید چه خون ریزی هایی به پا خواهد شد آینده ایران و بدرود